همیهنان عزیزم درود بر شما به اولین برنامه خبری امروز از کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید در این ساعت با مهمترین عناوین خبری 24 ساعت گذشته همراه شما هستیم ورود پهباد شناسایی آمریکا به مرز ایران آماده باش گسترده سپاه در جنوب کشور اعتصاب سراسری در چند شهر ایران طاقت مردم ایران به سر آمده است اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران وفادار آوای ایران می‌خواهیم که همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو در ارتباط با این اخبار به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. مهر خودتون رو از ما دریغ نکنید. ورود پهباد شناسایی آمریکا به مرز ایران آماده باش گسترده سپاه در جنوب کشور در ادامه کشمکش های 24 ساعت گذشته در منطقه ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همراه مقامات امنیتی بلندپایه ای ایالات متحده در اتاق جنگ پنتاگون حاضر شد. منابع خبری در آمریکا گزارش دادند که بایدن با دقت زیادی در حال بررسی تمام گزینه‌های پیش روی خود می باشد. گفته شده شب گذشته یک پهباد شناسایی آمریکا با ورود به مرز هوایی ایران اطلاعات دقیقی از پایگاه‌های دریایی سپاه در آب‌های خلیج فارس و جنوب کشور را جمع‌آوری کرده است. گزارش ها حاکی از صدور دو فرمان اقدام نظامی چند مرحله آمریکا در خاور میان است این مراحل شامل حمله به مواضع شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حملات سایبری در داخل ایران علیه تأسیسات مراکز سپاه حمله به برخی مواضع استراتژیک سپاه در داخل ایران است کارشناسان مسائل نظامی معتقدند مکس دولت بایدن برای اقدام فوری ممکن است معناهای متفاوتی داشته باشد البته یک دلیل احتمالاً به پیچیده و مهم بودن حمله و آمادگی لوجستیک و عملیاتی برای چنین حملاتی مربوط می شود. در همین رابطه منابعی در داخل ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران که حمله به نیروهای خود را تقریبا قطعی می داند در حال استقرار گسترده ادوات جنگی در شهرهای مرزی ایران است. گفته شده در دو روز گذشته بسیاری از نیروهای سپاه قدس در منطقه در حال ترک مقرهای فرماندهی خود به سمت ایران هستند. در همین ارتباط اسکای نیوز با اشاره به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در جریان حمله روز یکشنبه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در اردن و تحت فشار قرار گرفتن دولت بایدن برای پاسخ قاطع گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تا ساعاتی دیگر دستور اقدام نظامی در خاور میانه را صادر می کند. بر اساس این گزارش این یکی از پرمخاطره ترین تصمیم های بایدن در دوران ریاست جمهوری خواهد بود اسکای نیوز میگوید پنتاگون گزینه های متعددی به بایدن پیشنهاد داده است اما بایدن همچنان نگران گسترده تر شدن جنگ است بر اساس گزارش اسکای نیوز پنتاگون فهرستی از گزینه ها شامل حمله به مواضع سپاه پاسداران خارج از ایران و یا برخی منافع سپاه در داخل ایران را ارائه داده است اسکای نیوز می نویسد که ساعتی پس از حمله پهبادی روز یکشنبه گروه مقاومت اسلامی عراق به برج 22 اردن مشاوران نظامی بایدن طیفی از گزینه‌ها شامل اقدامات نمادین و مجازات های شدید را به او ارائه دادند و بایدن در حال بررسی عوامل ژئوپلیتیکی این گزینهها و ملاحظات سیاست داخلی است. حمله روز یکشنبه سه کشته و بیش از چهل زخمی داشت که حال هشت نفر از آنها وخیم بود و برای ادامه درمان به خارج از اردن اعزام شدند. پنتاگون اعلام کرد شمار نیروهای آمریکایی که در حمله پهبادی روز یکشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه ارتش آمریکا در مرز اردن زخمی شدند به بیش از چهل نفر افزایش یافت است و همچنان ممکن است به این تعداد افزوده شود. در این حمله سه سرباز آمریکایی کشته شدند. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه به واشنگتن پست گفت تعداد زخمی ها در حمله گروه های نیابتی وابسته به حکومت ایران به دست کم چهل و هفت نفر رسیده. سخنگوی پنتاگون نیز گفت آمریکا میداند گروهی که پشت حمله به سربازان آمریکایی بوده یک شبه نظامی تحت حمایت سپاه است که رد پای کتاب حزب الله را دارد و او افزود ارزیابی نهایی در این بار انجام نمی دهیم اما می دانیم که ایران پشت آن است. قطعا ایران به تسلیح و تجهیز این گروهها برای انجام این حملات ادامه می دهد و ما قطعا آنها را مسئول خواهیم کرد. به گفته یک مقام آمریکایی که با CBS مصاحبه کرد به نظر می رسد پهباد مورد استفاده برای حمله به سربازان آمریکایی نوعی پهباد شاهد ساخت ایران است. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گفت در این حمله پهباد انتحاری به برج 22 که در شمال شرقی اردن قرار دارد برخورد کرده. دو مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند گزارش های اولیه حاکی از آن است که هنگام حمله یک پهباد آمریکایی در حال بازگشت به پایگاه بوده. بر اساس این گزارش احتمالا پهباد دشمن با پهباد آمریکایی اشتباه گرفته شده و در نتیجه تلاشی برای انهدام آن انجام نشده است. پیش از این آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها جمهوری اسلامی را متهم کردند که پهبادهای انتحاری شاهد 131 و شاهد 136 را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند. حمله شنبه شب گروه های وابسته به جمهوری اسلامی به سربازان آمریکا در اردن که برای مبارزه با داعش در آنجا مستقرند، واکنش های گسترده و انتقادهایی علیه دولت بایدن در پی داشته که در روز دوشنبه نیز ادامه یافت. تامی بالدوین سناتور آمریکایی گفت نمی شود حمله های مورد حمایت ایران بی پاسخ بماند و ما باید مسئولان آن را کاملا پاسخگو بدانیم. حملات به سربازان و متحدان ما غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. ارتش آمریکا روز دوشنبه تصاویر این سربازان را که کندی لیاد ونسندرز 24 ساله، برونا الکساندریا مفت 23 ساله و ویلیام جروم ریورز 46 ساله نام دارند منتشر کرد. این نخستین تلفات نظامیان آمریکایی در منطقه از زمان آغاز جنگ در غزه است و حملات پهبادی و موشکی دیگر علیه مواضع آمریکا در خاور میانه که از روز هفتم اکتبر انجام شده اند تقریبا همگی یا دفع شده یا به هدف برخورد نکردند اعتصاب سراسری در چند شهر ایران طاقت مردم ایران به سر آمده است شماری از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی روز سهشنبه دهم بهمن دست به اعتصاب گسترده زدند بر اساس ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد بازاریان در شهرهای مریوان، سقه، سنندج، مهاباد، دهگلان، بوکان، دیواندره و چند شهر دیگر مغازه های خود را بسته و اعتصاب کردند. با سلام امروز ده یازده 1402 اینجا خیابون سیروز سنندج همچنان که میبینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند

روز دوشنبه نهم بهمن با وجود اعتراضهای بسیار و درخواست نهادهای حقوق بشری حکم اعدام پژمان فاتحی محسن مظلوم محمد فرامرزی و وفا آذربار چهار زندانی سیاسی کرد اجرا شد نیروهای امنیتی این چهار نفر را مرداد 1401 در منطقه سومای برادوست شهرستان ارومیه بازداشت و به همکاری با اسرائیل متهم کردند اجرای حکم آنان اعتراضها و واکنشهای متعددی در پی داشت که از جمله آن اعتصاب گسترده بازاریان در محکومیت این اتفاق و نیز افزایش روزافزون شمار اعدامها در ایران است همزمان با این اعتصاب گزارش های درباره خودداری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل پیکر این چهار فرد اعدام شده به خانواده هایشان منتشر شد همسر محسن مظلوم در این زمینه اعلام کرد به خانواده ها ابلاغ کردند خودشان آنان را در مکانی نامشخص دفن خواهند کرد ننگ بر جنایات و رژیم خونخوارتان از جسد قهرمانان هم حراس دارند. جمهوری اسلامی این چهار نفر را متهم کرده بود قصد داشتند با همکاری اسرائیل و از طریق گروه کموله در کارخانه متعلق به وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان بمبگذاری کنند که مأموران امنیتی چند روز قبل از اجرای عملیات آنان را بازداشت کردند. در گزارش خبرگزاری نیزان وابسته به قوه قضایی درباره اجرای حکم اعدام این افراد آمده است. در آموزش‌های این افراد افسران موساد حضور داشتند و حتی دیوید بارنیا رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است رسانه های حکومتی ویدیویی که شامل اعترافات اجباری این زندانیان بوده منتشر کردند و گفتند این چهار نفر برای آموزش به رواندا و بوتسوانا در آفریقا سفر کرده بودند اعدام این چهار زندانی سیاسی واکنش های گسترده فعالان مدنی و سیاسی و همینطور سازمان های حقوق بشری را در پی داشت شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی در ایران و کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی همزمان علیه مردم ایران و جهان اعلام جنگ کرده است شاهزاده افسود برای این معضل تنها یک راه حل وجود دارد کمک به ملت ایران در مبارزهشان برای رهایی از رژیم اسلامی و پایان دادن به جنگ و درگیری همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم تیم خبری ما با تحلیل‌های بروز و دقیق سعی در آگاهسازی و حل کردن مسائل پشت پرده اخبار روز برای شما همراهان عزیز رو داره. با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم خبری آوای ایران باشید. روز بر همگی خوش، پاینده ایران.